هدف از این برنامه ها آن است که یک فضایی ایجاد بکند برای تعمق و فکر کردن و نتیجه این تعمق و فکر ایجاد یک بینش و راه‌های تازه‌ای باشد برای آزاد شدن از زنجیرهای اعتقاداتی که پایه و اساس علمی، عملی و از همه مهمتر تأثیرات انسانی ندارد. این برنامه ها همونطور که مستحضرید به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی خاصی تعلق ندارد. تمام هزینه های این برنامه ها توسط شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که فکر میکنید که این برنامه ها میتواند مثمر ثمر باشد تهیه میشود. این البته بدین معنی نیست که ما مباحث مذهبی و یا سیاسی رو در اینجا نمی کنیم و اگر هم بحثی میشود فقط از دیدگاه علمی و نظری است، نه اون که بخواهیم طرف یک گروهی رو بگیریم و یا خدای نکرده گروه دیگری رو باطل بشماریم. با این مقدمات اصولی و کلی بنده مفتخر هستم که یک مهمان عزیزی که قبلا هم یک بار از وجودشون استفاده کردم رو دعوت کرده باشم و ایشان هم قبول زحمت فرمودن. خانم دکتر مهیاد رهنمایی، ایشان ریاضیدان و استاد دانشگاه هستند. البته میدانید وقتی شما میگویید ریاضیدان معمولا فکر میکنیم که با هندسه و حساب و اینها همیشه سر کار داریم که اون هم به جای خودش، ولی در اینجا مفهوم ریاضی که بنده به کار میبرم آن است که کسی که در این رشته ها قدم زده حقیقتا میتواند تئوری های کلی که هدف اساسی ریاضیات یکیش هم همین هست برای دنیا، برای این جهانی که ما سعی میکنیم هر روز بهتر و بهتر بشناسیم پیدا بکنه. بنابراین یک ریاضیدان تا حدودی میتواند مشکلات عالم رو بررسی بکنه، طرح‌های واسش بریزه و از همه مهمتر چگونه میشود با این طرح‌هایی که مشکل رو ایجاد میکنه طرح‌های بهتری رو ایجاد کرد که شاید به حل مشکلات میپردازه. و این در حقیقت هدف اساسی این برنامه است. برنامه امروز در مورد این است که چگونه مشکلات شروع میشه، عوامل داخلی، خارجی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی و غیرش چیه، انواع این مشکلات چیا هستند و از همه مهمتر راه حل های که تا به حال نظری و عملی ایجاد شده برای مشکل حل کردن چی هست. ما برای آنکه دوستانی که برنامه های قبل رو ندیدن بتواند با ما همراه باشن، من خواهش میکنم از خانم دکتر که اول در مورد کل قضیه مشکل چگونه ایجاد میشود و عوامل ایجاد شدن یک مشکل چیست، آیا ایدئولوژی های مختلف تأثیر میگذارد، آیا عواملی هست که خود انسان ناخودآگاه دنبالش میرود و سپس به راه حل های اون مشکل و در قسمت سوم ان شاء الله به دو نمونه عملی در حالت فردی، اجتماعی و سیاسی میپردازیم. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون دکتر. با درود و سلام خدمت شنوندگان و بیننده‌هاتون. قربان شما. همونطور که در مقدمه عرض کردم طرح رو ریختیم، شما می توانید بفرمایید اصلا علم ریاضی یعنی چی؟ واسه چی ما میریم دنبالش؟ خب بعضی از ما مازوخیست هستیم، معمولا ریاضیات توسط یه عده سادیست درست شده برای که یه عده آدم بیچاره رو زجر بده. خیلی خوب، این که خیلی خوب شد. بله، به طور کلی
ریاضی. به طور کلی یک حالت انتزاعی هست که سعی کنه یک سیستمی ایجاد کنه که اقلا در درون سیستم contradiction یا تقابل و تنازع درون سیستمی وجود نداشته باشه. پس یعنی در حقیقت میخواهد یک سیستم هماهنگ ایجاد بکنه که روابطش ضروری منطقی علمیه. بله، ولی مثل هر سیستم پیچیده دیگه‌ای اون پیشفرض‌های اولیه‌اش رو باید قبول کرد. هر سیستم این یک تئوری، یعنی یک قضیه اثبات شده است توسط پروفسور پنروز که میگه هیچ سیستم پیچیده‌ای در دنیا نیست که یه سری پیشفرضایی توش نباشه که اونها غیر قابل اثباتن. شما باید اون پیشفرضها رو قبول کنید. آیا این واقعاً به نظر شما یه امر ثابتیه یا میتونه؟ این نظر من نیست، آقای پنروز اینو اثبات ریاضی کرده. میدونم نظر من نیست. آقا من نمیتونم نظری بله ولی من نمیتونم نظری بدم راجع به قضیه که اثبات شده. این قضیه اثبات شده که هر سیستم پیچیده‌ای که شما داشته باشید لاجرم یک تعدادی پیشفرض‌هایی داره که اون پیشفرض‌ها قابل اثبات نیستن. اینو متوجه شدم. اگه سیستم کمپلکس باشه، یعنی یه سیستم پیچیده‌ای باشه. بله اینو متوجه شدم. و تا حدودی با این قضیه هم آشنایی دارم. سوال بنده آن است که برای اینکه بینندگان و شنوندگان بتونن وارد این معرکه بحث بشون، پیش فرض‌هایی که ثابت شده فرض میشه؟ هیچ پیش فرضی ثابت نمیشه. پس چجوری اونا انتخاب میشه؟ اونا بر اثر که بهش میگن کانسنسس، یعنی همه قبول میکنن. میتونید هم شما قبول نکنید، اون وقت کل سیستم به هم میریزه. هیچ چیزی وجود نداره که بتونه پیشفرض ها رو یا اگزیوم ها رو اثبات بکنه. شما در قبول اونا مختار هستید. اگر براتون به نظرتون معقول میان قبولشون میکنید. مثل پیشفرض های مذهبی. پیشفرض های مذهبی بر اساس ایمان مردم قبول میکنن. هیچ امکان اثباتش وجود نداره. اگه اونو قبول کرد و میتونید هم قبول نکنید، اگه اون پیشفرض ها رو قبول کردید، اون وقت کوشش یک سیستم پیچیده ریاضی این هستش که اختلافات درون سیستمی رو به حداقل برسونید. من خوشحالم که شما خودتون یه مثال آوردین، مذهب. اتفاقا مذهب یک نمونه خوبیه که این سوال رو من بهتر بتونم از شما بکنم. مذهب پیشفرض‌هایی رو داره، ولی این پیشفرض‌ها ضرورتاً نه منطقیه و نه ضروریه، و بر حسب این که شما بلوغتون و در چه عصری و در چه زمانی هستین. آیا شما فکر میکنین که ریاضیات پیشفرضاش مثل پیشفرضای که اهل اجماع تصمیم بگیرن؟ بله، خیلی از پیشفرضاش غیر قابل اثبات هستن. مثال بزنید. مثلا یکی از پیشفرضهایی که در ریاضی قبول میکنن، که شاید همه بذارید از یه چیز خیلی ساده چیز بکنم، تعاریف ریاضی هستن. مثلا از کلاس هفتم هم ماینونگ دو خط موازی همدیگر رو قطع نمیکنن، مثلا دارم میگم. در ساعتی که میدونه این فقط در هندسه مسطح هست. شما اگر یک هندسه کروی داشته باشید، در حقیقت دو خط موازی حتما همدیگر رو قطع میکنن. ولی خب دارم میگم برای در اشل کوچک در هندسه مسطحه دو خط موازی همدیگر رو قطع، و همه بچه ها هم اینو قبول میکنن، تعریف دو خط موازیه، و بعد شروع میکنن اینو که قبول کردن یه تعدادی از چیزهای دیگر رو هم بر این اساس قبول میکنن. هندسه خیلی یک چند تا پیشفرض هایی داره که قبول میکنن. ساینس هم همینطوره. علوم تجربی هم پیشفرض هایی داره که عمده ترینش این هستش که این دنیا قابل شناخت هست. یکی از پیشفرض هاست. هیچ وقت کمتر کسی به این موضوع فهم میکنه که خب این
شاید اصلا نباشه. چرا ما حدس میزنیم که و بنابراین قوانینش در دسترس ما هست که ما با کوشش و تجربه میتونیم یک فهم بهتری ازش داشته. این همه پیشفرضای علمیه که شما میتونید به طور کلی قبول نکنید. من متوجه میشم، فقط میخوام برای اینکه خودم و هممیهنان عزیز بتونن درک مطلب مهمی رو که شما دارین عرضه میکنید بکنن، آیا من درست میفهمم که پیشفرضا در یه موضع خاصی پیشفرض صحیحی هست؟ همونطور که فرمودین دو خط موازی همدیگر رو قطع نمیکنن، اگر در این وضع یه چیز مشخصی بله. و بنابراین اگر فردا همین فرضیه‌ام یه اکتشافات جدید علمی ایجاد شد که من بتونم نشون بدم که قطع میکنم، ضرورتاً این یا ما درست سیستمشون بله اون سیستم رو باید اصلاح کنید. خیلی پس من همینه میخواستم مطمئن بشم. سیستم ها البته ریاضی کمتر از بقیه، ولی اونم هست که سیستم ها، چون الان خود در حقیقت اساس ریاضی مورد حمله است، چون میگن اصلا هیچی به عنوان یه عده زیادی هستن از پست مدرنیست ها که اصلا قبول ندارن که هیچ قضیه رو در ریاضی شما میتونید اثبات کنید. آفر. بلکه میگن این قضایا در حقیقت تعاریف هستن. بله. تعاریف، شما دو خط موازی رو تعریف میکنید به عنوان دو خطی که در یک محدوده مسطحه همدیگر رو قطع نمیکنن. شما هیچی نگفتید. به قول اینا به این مدل حرفا میگن تاتالوجی، یعنی همون حرف خودتون رو دوباره تکرار کردن، یه سیر ادواری گرفتید و هیچ به علم و دانش دنیا چیزی اضافه نکرده. یه بازیه که برای سرگرم کردن خودتون اینا رو. من میخوام حالا اینا بیارم شمالی، اتفاقا یکی از کسانی رو که پست مدرنیست و این قضیه رو خیلی دنبالش از خود نیچه است. نیچه وقتی معتقد است که حقیقت چیزی نیست که اونجا هست، شما کشفش میکنه. بنابراین اگه حقیقتی نیست اونجا و زبانه is a language that creates reality it creates meaning، بنابراین پیشفرض یک قضیه مبهمی میشه در اون دنیای پست مدرنیتی. بله بله، ولی یادتون باشه که من مطمئنم شما دارید اینو به عنوان همون ستیزی که الان داریم میخوایم صحبت کنیم دارید ایجاد میکنید. ولی خب ریاضیدان ها با یک نظر، نمیخوام حرف بعدی بزنم راجع به نیچه، ولی میگن خب باریکلا شما مگه دلت میخواد از این حرفا بزن؟ زیاد واقعا دارم میگم زیاد حتی حوصله ندارن چیزی رو اثبات و نفی بکنن. من اینم میفهم. من میدونید چرا این به قول شما کلمه خوبی به کار بردیم و من البته بهش میگم که یک محاوره انتقادی سازنده، ولی میشم بهش گفت ستیزه جویی. نه من چون که برنامه امروزمون راجع به کانفلیکت بود، یعنی همستیزی، اینو به عنوان تانگین چیک گفتم که درسته، یعنی همین که ما داریم سر یه چیزی صحبت میکنیم یا یک گفت و شنودی داریم، از توش یه چیزهایی در میاد که ممکنه روشنگر باشه. خیلی هم خوبه. پس مایا جان، من میتونم یه نتیجه عملی بکنم بعد ادامه بدیم؟ من در خدمت. پیش فرض ها رو جایی که من نیچه رو یه مقدار وارد قضیه میکنم و بدون اون نمیتونم زندگی کنم، شما البته ریاضیدان هستیم میتونیم. بله و کردم تا حالش اتفاق نیفتیم. هیچ اتفاقی نیفتیم. نیچه فقط داره به من میگه که زیاد مغرور نباش به یه چیزی که ثابت اونجا و تغییر و تحولی توش نی. هر چقدر انسان رو مقامش رو بالاتر ببری، فهمش رو بالاتر ببری، میتونی شاید یه بینش بهتری هم از ریالیتی که تو داری بسازی. و این در مورد مذهب خیلی صادقه که شما به کار بردین. ما یه فرضیه‌هایی رو داشتیم هزار سال قبل در مورد هر نظری، مثلا چیزی که
شما بهش میگی فرضیه، اینها میگویم وحی الهی بوده. چرا اینطوریه؟ چون فرمودن. دیگه روی اون حرف نزن. ما نیچه ها و امثال نیچه ها میگن اینجاست که تو داری اشتباه میکنی. هر چیزی که از دهان هر انسانی در میاد قابل انتقاد، حداقل مورد تجزیه و تحلیل باید قرار درست بگیره. پس من از کجا فرق بذارم؟ آخرین قسمت مربوط به این سوال، فرضیه‌ای که ریاضیه با یه فرضیه‌ای که بر اساس توهم بیان شده. خب در اجتماعات، در جوامع ساینتیفیک یا علمی، در حقیقت سعی میکنن که کانسنسس بسازن. کانسنسس یعنی این که بله، یعنی همه قبول میکنن این رو که داره، این به نظر عقلایی میاد، میشه قبولش کرد تا اینجا رو. ولی واقعا از دست آخر حتی در اونا هم مسئله ایمانیه. ایمان چیه اینجا؟ ایمان یعنی که تعقل درش کم تأثیر داره. آیا میگید من این به نظرم هرچی بگن چرا، چرای خیلی خوبی، دلیل خوبی براش ندارید. من به این میگم ایمانی. یعنی ایمانی میگید به نظر من make sense. لذا هیچ نمیتونم یک صغرا کبرا براش بچینم و منطقا اینو اثباتش بکنم. من میدونی میخوام چرا الان یه مقدار دارم تازه از خواب غفلت بیدار میشم ببینم مفاهیم که شما میفرمایین چه تأثیر عملی داره. ببینین اجماع، ما میتونیم به طور عموم اکثریت اهل عالم معتقد باشیم به یه امری، حالا هر چی هم میخواد. ولی اون از اکسیوم ریاضی و دانش یعنی علوم تجربه متفاوت هست. آفرین، من میخوام همین رو. اجماع یک عده که به علوم تجربی معتقد هستند و اجماع یعنی که اکثریت مردم به یه چیزی قبول میکنن، دو تا از دو مقوله متفاوته. پس بنابراین مذهب رو شاید نشه به عنوان یه نمونه خوبی استفاده کرد، چون امکان داره اجماع مذهبی در آثار مختلفه نتیجه یک هماهنگی باشه که بر اساس نادونی هم ایجاد درسته. بشه. ولی اگه مثلا به حکمای مذاهب نگاه کنید، من منظورم از اکسیوم ها یا پیش فرض ها مثلا یکی این هستش که به طور کلی انسان یک چیزی بالاتر از این ماده ای که من و شما میبینیم هست. این یکی از پیش فرض هاست. من کاری به چیزهای سن راجبه چی بهش میگن نمیدونم، مثلا قسمت لیگالیستیک، قسمت شریعتیش، قانونیش ندارم. ولی تقریبا تمام حکمای تمام مذاهب تقریبا یک جورایی به این عقیده دارن که یک ریالیتی های، یک حقایقی بالاتر از این واقعیت‌های ماده‌ای که ما در این دنیا نگاه می‌کنیم وجود داره. این یکی از پیش‌فرض‌هاشونه. نه هیچ وقت هیچ کس می‌تونه اینو اثبات بکنه، نه هیچ کس هم می‌تونه رد بکنه. این یه پیش‌فرضیه که تقریباً همه درش مشترک هستن. مثلا خدا یه پیش‌فرضه؟ نمی‌دونم، برای که خود اون این چی هست همینطور در یه حالت تغییر و تحوله اونو واقعا. ولی اینه که ما بیشتر از اینه هستیم که همدیگر رو میبینیم و با هم تماس داریم، اینو من یکی از پیشفرض‌های مذهبی میگیرم. در حقیقت حالا دارم متوجه میشم، کم کم امیدوارم که بینندگان هم توجه شدن. پس شما وقتی در مورد پیشفرض صحبت می‌فرمایید، من این فقط پیشفرض واقعا ترجمه اکسیومه، نمیدونم چی ترجمه بکنم. یعنی یه اساس اکسیوم یعنی چیزی که قابل اثبات و یعنی نفی
منطقا نیست. یه پایه‌ایه که بر اساس اون پایه ما اصولی رو بیان میکنیم، استوار میکنیم و بر اساس اون قضایامون رو جاری میکنیم. حالا بس چیزی که متوجه شدم، شما خوبه که در مورد مذهب این رو بردین، پس این فرضیه ها فقط در مورد مسئله محسوسه نی، میتونه معقوله هم باشه. مثلا خدا چون یه چیز محسوسی نیست، اگرچه آیاتش شاید در عالم زمان و مکان باشه. آیا این فرضیه ها رو هم خیلی از پیش اکسیوم های ریاضی، تا اگه نخوام بگم همش، کاملا انتزاعی هستن. هیچ کدومشون جنبه همه از خود خط که بگیری یه چیز انتزاعی، سطح یه چیز انتزاعی، برخورد یه چیز همش انتزاعیه. پیشفرض ها اتفاقا تقریبا تا اونجایی که من میتونم نگاه کنم انتزاعی هم. پس آیا کدومشون روی این زمین نیستن؟ پس مایا جون شما در حقیقت یه اساس خوبی گذاشتی که من به این نتیجه برسم که اصلا شاید یکی از عوامل اصلی ستیزه‌جویی در عالم آن است که پیش‌فرض‌های متفاوتی در مورد قضایای مختلفه بر اساس عوامل مختلفه میشه، و چون این محوطه‌ای که ایجاد میشه یا به قول نیچه اون حقیقتی که ما بعد توجیه میکنیم، اینها با هم نمیخونه و ما با هم ستیزه جویی داریم. حتما یه عامل مهمی هست، البته ایت مور دن دت، بله همین رو میخوام یه بیشتر از اینه، ولی حتما اینی که اگزیم ها یا پیشفرض های ما دو آبشخور کاملا متضاد دارن نه متفاوت، حتما یک عامل عمده ای هستن برای به وجود آوردن ستیزه یکی هستن؟ ستیزه جویی، بله. حالا ولی من میخوام ببینم متوجه بشم، پس یعنی این در نفس طبیعت جوهریه که ما فرضیه های مختلفه داریم. بیشتر من خدایش اصلا نمیدونم جوهری انسان، نمیدونم، برای همین وارد مقولاتی که نمیتونم تعریفشون کنم، نمطمئنم که من و شما یا من و شما و بیننده های ما یک برداشتی از این حرفا دارن. من سعی میکنم اینا رو واردش نشم، چون واقعا من هیچ اطلاعی ندارم جوهر یعنی چی. جوهر انسانی یعنی چی؟ حتی جوهر این میزم من نمیدونم چیه، چرا جوهر انسانی. من بیشتر اینا تحت تأثیر دو سه عامل خیلی بزرگ هستن. یک عامل خیلی بزرگ مسئله همون اِوولوشن انسان هست، یا دگرباشی انسان که الان دیگه سعی میکنن نگن تکامل بگن، ولی همون مسئله تکامل یه علتش اون علت هست، یه علتش علت فرهنگی هست، یه علتش حتما علت مذهبی هست که خب از فرهنگی خیلی هم جدا نیست و از مسئله اِوولوشن یا تکامل هم خیلی جدا نیست، همشون به هم یه جورای مربوط هستن، اختلافاتی با هم دارن ولی متفاوت هستن با هم. بله و خواهش میکنم. بعد ولی خلاصه اگر بخوان شروع کنیم این که ببینیم اصلا ستیزه چی هست، و میتونید هر جا هم خواستید منو قطع کنید چون خیلی چیز نیست، من خودم ترجیح هم این هستش که آدم یه قسمتش رو، یه قسمت هر چیزی رو بهتر بفهمه برای تا همشو، تا اینکه همشو یه کمیشو بفهمه. ولی خب اینم اگزیوم منه، من هیچ فایده ای نداره. فقط میخواستم به اینجا برسم و فکر میکنم هر دوی ما رسیدیم که بتونیم ادامه بدیم، که اولا قاطعیت در هیچ فرضیه‌ای شاید نباشه مگر به صورت اجماعی که بر اساس تکامل، بر اساس بلوغ. مذهب البته چون شما مثالش رو زدین
میتونه یه عامل خطرناکی باشه، در این حال هم میتونه عامل مفیدی باشه، چون میتونه یه فضایی رو برای محاوره ایجاد بکنه. ولی اون چیزی که من میفهمم با برداشتی که از بیانات شما دارم، مثال خدا، اختیار و دنیای بعد، اینا سه تا فرضیه است که در دین خیلی تاثیرگذار بوده. و شما اونطوری که دوباره من میفهمم میفرمایید که این سه تا پیش فرضیه اگرچه نمیتونه ثابت بشه، اگرچه ما نمیتونیم مثلا حقیقتش رو یا جوهرش رو بفهمیم، چون دنیای بعد رو ما اصلا نمیدونم بعد یعنی چی که دنیای بعدش باشه، من نمیدونم اختیار یعنی چی وقتی همه چی مربوط به علته. ولی شما میفرمایید که وقتی من به این خدا و اختیار و دنیای بعد به عنوان یه فرضیه قائل بشم، بعد میتونم یه سیستمی ایجاد بکنم که در این سیستم مفاهیم عدالت، مفاهیم بقای انسان و و و رو ایجاد بکنم. این شاید ولی میدونید این پیش فرض ها نباید به سرعت بشه در حقیقت نفیشون کرد. هر سه این پیشفرض رو میشه به سرعت نفی کرد، کاملا صحیح. برای همین نمیشه اینو جز پیشرفت پیشفرض ها حساب من نمی کنم، چون اگر بگید اگر بگید خدای پیشفرض، اولا که نمیدونیم چی هست، حالا فرض هم میکنیم همه ما میدونیم اینو پیشفرضمونه که همه هم شبیه هم باشیم، ولی یادتون باشه که هر کسی یه ادعای میکنه که این چیز وجود داره، به قول اینجایی ها میگن burden of proof یا بار اثبات به دوش اون فرده، و چون نمیتونیم اثبات کنیم بنابراین یه چیز عجیبیه. این در حقیقت این بیان اخیر شما نقض میکنه اون بیان اول شما رو، و درسته. به نظر من نقض نمیکنه، ابی نداره، ولی شاید شما اینو نقض نمیبینید، من نقض نمیبینم، چون من میگم اتفاقا در مورد خدا، ادیان و حکمای الهی اتفاق نظر ندارن. بله. اصلا اتفاق نظر و هیچ پیشفرضی، هر کی یه چیز برای خودش درآورده میگه. ولی در مورد این مطلب که جدا از زندگانی مادی این دنیا یک در حقیقت حقیقت دیگه هم وجود داره، اون پیشفرض همشونه، همشون چیزهای مختلف میگن. ما اصلا ولی اشکالی هم نمیبینیم. بله. ولی این با وجود من خودم، چون خیلی با راستش با خدا خیلی خودم اشکال دارم، مثلا سعی میکنم وارد بحث خدا نشم. من احترام میذارم به شما و خدای شما. نه من اصلا چون خیلی ضعیفم در این مورد، نمیتونم اصلا فکر کنم این پیشفرض هست نیست، اصلا اعتمادی ندارم که هر کدوم از ما وقتی این کلمه رو میگیم چه چیزی تو سرمونه، هیچ نوع تعاریف قابل قبولی حتی از هیچیش نیست. خیلی برای من سعی میکنم که وارد این معرکه نشیم، چون واقعا خیلی اطلاعاتم از این که همه دارن چه فکری میکنن کم هست. پس این دوباره برمیگردونه ما رو به اصل قضیه امروز ما، که تا یک وحدت معانی، بله، ما در مورد هیچ کلمه ای، بله، پیدا نکنیم، بله، همیشه احتمال ستیزجویی و اختلافات بنیادی وجود داره. بله حتما احتمال اختلافات وجود داره، نمیدونم مطمئنا این تبدیل به ستیزه میشه یا نه، چون ستیز با اختلاف خیلی فرق داره. آفره. من مطمئنم که من و شما در خیلی موارد اختلاف نظر داریم، ولی از جانب خودم که تقریبا مطمئنم من هیچگونه ستیزی با شما ندارم، برای همین اختلاف ها. ولی بحث امروز ما که راجع به ستیز یا کانفلیکت هست با دیفرنسز، که حالا شاید فارسیش هم اختلافات یا تفاوت ها باشه، واقعا دو تا مقوله جدا هستن. پس ما الان داریم وارد اتفاق قسمت دوم میشیم، فرق
بین اختلاف آرا، بله، یعنی همونطور که شما فرمودین، بله، به تعداد انسان‌های روی زمین، بله، میتونه طرق مختلفی باشه که یک حقیقت معقول و یا حتی غیر معقول رو بفهمیم. و من با شما 100% با کوششی که کردم در این راستا موافقم که مباحثی مثل خدا یک بحثیه که ابتدا داره انتها نداره. و شاید من با این بیان رسول الله محمد بی اندازه هماهنگی دارم که میفرماید که به تعداد انسانهایی که روی زمین هست شما طرق مختلف پیدا میکنید برای این مفهوم. پس بنابراین من فکر میکنم خود صاحب مذاهبم هدفشون این نبوده که یک مفهوم جامدی و غیر قابل تکامل پذیری ایجاد بکنن. پس این نتیجه خوبی بود که موقعی که یه چیزی جامد میشه و تغییر نمیکنه، شاید اونجاست که اسباب تعصب رو فراهم میکنه، اسباب بی دانشی و بینشی. حالا فرق اختلاف با ستیزه جویی چیه؟ تا اونجایی که من متوجه شدم این هستش که اختلافات در سطح آراء باقی میمونه. ستیزه ترجمان این آراء هست به عمل. یعنی میدونید این من یه مثال بزنید لطفا. بله، مثلا شما ممکنه که در مورد این مسئله که آیا برای فقرا میشه کاری کرد یا نه یک نظری داشته باش، به نظر شما با این طریق میشه به فقرا کمک کرد فرض میکنم، من ممکنه یه نظر دیگه داشته باشم، فکر کنم نه از این طریق نمیشه، این به درد نمیخوره، از این طریق میشه. خب تا اینجا ما اختلاف آراء داریم، اما اگه من فقیر باشم و شما هم پالیسی میکر باشید، یعنی شما در یک سطح تصمیم گیری باشید که رو من تاثیر بذاره تصمیم هاتون، اون وقت من چون که فکر میکنم این تصمیمی که شما برای من دارید میگیرید هیچ فایده به عالم من نداره، بلکه ترجمهش این میشه که به من بیشتر ظلم وارد میشه، اون وقت دیگه تبدیل به ستیزه میشه. یعنی باید از تفکر به مرحله عمل در بیاد و در مرحله عمل نبایستی حقوق و مزایای احدی پایمال بشه. بله، اون البته یه اکسیومه، یه آدم میگن چرا نشه بذارید بشه. خب ما دلیل نداریم نشه. حالا آفرین، من میخوام ببینیم. من هدفم اینه که وقتی این برنامه تمام میشه کسانی که به این برنامه رو مرور میکنن اولا بیشتر کانفیوژن از قبل، اصلا شما شاید ندونیم، من یاد خانم کسانی که با بنده آشنایی دارن از جمله خود شما و دیگران، من هدفم این نیست که یه جوابی به مردم بدم که راضی و خوشنود بلگردم، بلکه فکر بکنن در مورد این فرضیه ها، پیش فرضیه ها، نتیجه گیری ها و شاید یه تعاملاتی ایجاد بشه که من از شما یاد بگیرم، شاید در پیش فرضیه هام تأثیر بذاره و قصه لازاله. یه مثالی بزنم، شما اختلاف نظر رو با ستیزه جویی و پیش فرضیه هایی که مردم دارن رسیدگی کنید. هوموسکشوالیتی، همجنسگرایی، یه عده معتقدن کار درستیه، یه عده میگن کار غلطیه. اونایی که میگن کار درستیه یه پیش فرضا دلایلشون رو دارن، درست. اونایی هم که میگن غلطه. شما پس میفرمایید مطابق اون چیزی که شما توضیح دادین، آیا این اختلاف نظر خوبه پد در جامعه باشه؟ یه عده میگن ها خوبه تا جایی که با هم دیگه دعوا نکنن، یعنی حتی میتونن مشاجره هم بکنن، ولی من اگر یک هومسکشوالی خود من بودم و شما هومسکشوال یعنی چی؟ یعنی همجنسگرایی، ببخشید،
خود من اگر همجنسگرا بودم و شما در یه سطحی بودید که میتونستید قوانینی رو بنا بکنید که حقوق من ضایع شه، من معترض بودم. این دیگه حتما من شما به ستیزه میگیرید. پس بنابراین من از نظر من اون ظلم به من بود، ولی ممکنه از نظر شما، شما فقط دارید نظم اجتماع رو حفظ میکنید، خیلی هم کار خوبی میکنید. حالا خیلی خوشحالم که شما انقدر در حقیقت با حکمت مسائل رو بررسی میکنید. نه خدایش هم اینه که عقیده دارم. مقصود بنده این است که حکمت در اینجا مقصودم آن است که شما جامع الاطراف بررسی میکنید. حکمت به عنوان اینکه یه چیزی رو میخواین ندین یا بدین. بله. نه حکمت یعنی چون این مسائل باید جامع الاطراف باشه برای اینکه پیش بره. ببینین من چون میخوام این مثال رو آوردم که بتونیم ما از اون لحظه اول که پیش فرضایی که اکثریت اهل عالم قبول دارن، بعد یه سیستمی درست میکنیم، روی این سیستم یه مفاهیم ارتباطی ایجاد میکنیم و انتظاراتی ایجاد میشه، پس اینطوری که الان شما فرمودین در مورد یه نظریه یا قضیه مثل هموسکشوالیتی یا همجنسگرایی، این اختلاف نظر همیشه پیش میره ولی و عوض و من نباید... در آمریکا میدونم عوض شده، یعنی نظرات هم عوض شده. من فقط در مورد آمریکا میتونم بگم، ممکنه جاهای دیگه هم شده و در اسپانیا. این دوتا کشوری هستش که من از نزدیک آشنا هستم، میتونم راجع بهشون بگم. بقیه کشورها هم میشه از روی قوانینشون یه چیزای حد زد، ولی این دو کشوری که من آشنا هستم، همجنسگرایی از در سال 1973 تا 1973 در اسپانیا ممنوع بود که میتونستید به زندان بیفتید، به زندان‌های دراز مدت بیفتید اینها، ولی الان و مردم هم قبول داشتن اندر فرانکو. میفهم. ببینید من فقط یه عوض میشن من فقط یه نمونه آوردم، نمیخوام در مورد همجنس گرایی. خیلی چیزا وضع زنا رو بگید. آفرین. حالا بذارید هموسکسوالیتی رو بذاریم کنار، مثلا تساوی زن و مرد رو بگیم. حتی تساوی هم نه، اصلا حقوق خیلی تساوی هم حتی خیلی پایین تر من میام. این هست مثلا برای اینکه کار مساوی شما انجام میدید، درآمد مساوی بگیرید، میدونید یعنی سطح خیلی کوچکی. خب ما هنوز اشکال داریم با این مسئله و ولی بهتر شدیم. بهتر شدیم. آفره. همه در دنیا قبلا خیلی معمول بود، متا خود زن که خیلی ارزشی نداره، اب نداره، حالا 70 سنت به شما میدن، برو خوشحال با شکر خدا کن. ولی الان کسی اگر هم فکر کنه دیگه جرئت نمیکنه بگه، بنابراین فرهنگ ها قابل تعویض هستن. پس بنابراین میتونم به نتیجه عملی بگیرم، چون نمیخوام وارد بحث نظری بیشتر بشم، پیش فرضا، پیش داوری ها و یا داوری ها و قضاوت ها بر اساس فعل و انفعالات فرهنگی اجتماعی بر طول اعصار میتونه تغییر و تحول بپذیره و یه پیش فرضایی که تا یک زمانی محکم بود، منسجم بود، اساس یه سیستم فکری رو ایجاد کرد، میتونه قرون بعد یا در همون عصر با شواهدی، با مسائلی روبرو بشه که ما بتونیم حتی پیش فرضای جدیدی رو ایجاد کنیم. بله. پس بنابراین من میتونم به عنوان مثالای دیگه، الان ببینید یه مثال اجتماعی زدیم، میتونه یه مثال در مورد فردی میتونیم بزنیم. نه. در مورد مذهبی من وقتی میبینم یا انسانی مثل پوپ با شجاعت، و من تبریک میگم به این شجاعت که بیاد بگه میدونین این فرضیه خلقت بر اساس آدم و حوا که ما یه عمری روش زندگی کردیم پیش فرضی بود، الان نه یه داستانه. بنابراین یه جنبه سمبولیکه. پس ای دقت بفرمایید، همین که ما یه چیزی رو
حقیقی، واقعی یا تمثیلی، تشبیهی، سمبولیک بگیریم، خودش دو دنیای مختلف رو ایجاد میکنه. درسته. پس میتونیم ما بگیم که برای یک فردی که بخواد تحری حقیقت یا جستجو حقیقت بکنه، خوبه که این پیشفرزای خودش رو برای عصری که درش زندگی میکنه مورد بررسی قرار بده و شاید اگر همه این کار رو بکنیم یه مقدار به هماهنگی فرضیه‌های مختلف نزدیک تر میشیم. این رو میشه گفت. درسته، ولی همین الان شما پیشفرضتون این هست که بهتر هست که آدم به هم نزدیک شه تا از هم دور باشه. برای خیلی ها واقعا منافع شخصشون ایجاد میکنه که بیشتر مملکت ها یا جوامع در حال ستیزه جویی باشن. پس ما میتونیم، یعنی خود اینم که فکر میکنید، بله، بله. شما و منم با شما هم عقیده ام که به نظر من بهتره که یک هارمونی در این دنیا باشه تا مرتب ستیز و نزاع در این دنیا باشه، ولی خود اینم یه پیشفرضه. بله. پس بنابراین من با شما 100% موافق هستم که پس ما یک فرضیه‌ای که می‌گیریم که به قول شما یه پیش‌داوری بکنیم که این بتونه یه سیستم هماهنگ‌تری رو درست کنه، بله ما فکر می‌کنیم این طریق می‌تونه یه عده رو به هم نزدیک کنه، ولی شاید یه گروه دیگه با نیت‌های دیگه. بله درسته. پس آیا یه بیانی هست من می‌خونم، شما دوست داری توضیح بده، دوست نداری بگو آی پاس. بله. همیشه این بحث بوده که واقعا عمل، چون تعامل و ستیز جیوی این ها ازش میاد، اگر هرچقدر در مرحله اولا اول علم ما وسیع تر باشه نسبت به اون چیزی که میخواییم دربارش فکر کنیم یا فرضیه‌ای که میخواییم ایجاد کنیم، هر چقدر وسیع تر باشه، جامع تر باشه، عمیق تر باشه که ما بهش میگیم عرفان، و بعد اون با یک محبت عمومی تر، عمیق تر، جهانی تر توأم باشه و این دوتا با یک نیت جامع انسان شمولی، یا من مطمئنم شما با کانت آشنایی دارین، کانتی که هر انسانی رو هدف بگیره، عرفا، حکما در مذهب، در عرفان معتقد هستن که عملی که ناشی از این عرفان کلی، محبت عمومی، نیت هرچه خالص‌تر یعنی عمومی‌تر، انسانی‌تر باشه، ما رو میتونه به یه عمل یا فرضیه‌ای برسونه برای منی که حاکمم و برای منی که عبدم، که بتونه یه هماهنگی متناسب تایی رو ایجاد کنه یا حداقل ستیز جویی رو کمتر کنه. آیا شما با این فرمول موافقین؟ ببینید، نمیتونم مخالفتی بکنم، چون انقدر حرف شما کلی و مبهم هست، خدایش برای من مثلا هر کلمه شما هم تنبازم یا خب منظورتون چی هست؟ چی شما متوجه میشین از این قضیه؟ نمیدونم، من اصلا با کلیات اشکال دارم. خود من واقعا دارم بهت میگم کلیات اینطوری، اگه اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه، برای من آی پاس. چطوری؟ من قبول، شما گفتن اگه میخوای روش بحث کن، من آی پاس. میدونین چرا بنده این مثال آوردم؟ این مثال، این مثال نبود، شما آوردین این فرضیه رو آوردم. نه، یعنی این یک استیتمنت طولانی بود، that was not a مثال. من علت داشت این کارو کردم. من 100% با شما موافقم که کسی که این صحبت‌ها رو کرده، چه در بین عرفا و حتی در بین اهل ادیان، مخصوصا این بیان عبدالبها عباس، تصور میکنم
در آخرین فصل مفاوضاتش این رو بحث میکنه. این یه فرضیه است، پیش داوری، پیش فرضیه است. و شما، من میخوام واسه من توضیح بدین که آیا این اجزاش رو، اجزای این آیا کمک میکنه؟ مقصود من، سوال من شاید اینه، آیا هرچقدر علم من، هرچقدر بینش من به هوموسکشوالیتی، به مقام زن، به هر مطلبی کلیتر، کلیتر یعنی جامعتر، عمومیتر، انسانیتر بشه، آیا در ایجاد فرضیه ها و پیش داوری های من تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ نمیدونم. خیلی خوب. واقعا نمیدونم. خیلی خوب. واقعا نمیتونم جوابتون بدم، چون دست آخر بستگی داره به شما. میتونید تمام علما رو جمع بکنید و خیلی هم انسان، حالا من شما رو مثال نمیزنم، خودم راجع به یه چیز خیلی هم بدونم، هرچی هم بیشتر میدونم جزمی ترشم. اجماع پس یعنی چی؟ اجماع یعنی چی؟ من چون یه بحث، چون یه اجماع یعنی کانسنسس؟ بله. واقعا این باید من حاضر باشم به حرف بقیه گوش بدم. گوش بدین؟ آره، اولش با گوش بدم تا بعد کانسنسس یا اجماع به قول شما ایجاد بشه. فهمید. حالا داریم با هم دیگه داریم، تازه داریم اومدیم توی دانس فلور. ببینین، شما به نظر میاد در خود همین بحث که ما داریم میکنیم، در اجزاش ما نمیتونیم یه تفاهم اصولی پیدا کنیم. بله، برای که میدونید من اصلا از کلیات و مبهمیات دوری میکنم همیشه. این عادت رو قبول کنیم، نیدر کلیات نور مبهمیات، هر چیزیش از اول خیلی با دقت تعریف میشه و همون یه ریزه رو هم میخوان اثبات کنن، اصلا کاری به کار بقیه ندارن. این یه ریزه رو که اثبات کردن، میرن سر یه ریزه دوم. خیلی هم اصلا اتفاقا سیستم خیلی هایرارکیکال و از طرف خیلی هایرارکیکال و از طرف دیگه خیلی ریداکشنیسته، یعنی چیزا رو ریدوس میکنه، میاره کوچیک میکنه به اجزاء کاملا که برای همه این جمله همه قبول میکنن، این معنیش اینه، این دو کسی بحثی نداره را. درست برخلاف شعر و فلسفه است. برای همه من I was a student of philosophy for the longest time، ولی واقعا دیدم که فلسفه و شعر خیلی نزدیکن به هم، از این نظر که دست آخر شما، نه شما، من حالا چیز زیاد، بله نمیخوام بگم شما، منظورم اصلا شما نیست، خود من نمیخوام بگم، من برام نمیدونم که یه نفر چیز زیادی دست آدم رو نمیگیره. من خودم به جزئیات علاقه دارم، به جزئیات و چیزایی که وقتی یکی دیگه حرف میزنه من متوجه باشم که این کلمات چه معنی میده، و وقتی هم خودم یه چیزی میگم سعیمو بکنم که اون طرفم، یا لااقل توی این خواب و خیال باشم که اون طرف متوجه حرف، این کلمات من، همونی که من دارم میگم اون طرف مقابل من داره میشنوه. برای همین واقعا کلیات یعنی برای من میدونم خیلی ها رو جذب میکنه، ولی برای من هیچ گونه جذابیتی نداره. ما متوجه شدم و ممنونم از توضیحتون. و یه نتیجه اساسی که ما که الان گرفتیم، حداقل من گرفتم، ببینین با یه بحث خیلی ساده نیم ساعته، ما چگونه میتونیم به صورت اجتماعی یا فردی که در حقیقت عوامل ایجاد اختلافی که بعد به قول شما به ستیزجویی منجر بشه یا احتمال داره بشه رو پیدا کنیم؟ یعنی وقتی که ما تعادل نداشته باشیم، بخوایم کلی بافی بکنیم به قول شما و غیره. حالا بیاییم حالا وارد یه مسئله اساسی تر بشیم، چگونه مشکلات رو حل کنیم؟ این چیزی که شما عشقت بود که توضیح بدیم، چهار پنج نمونه بود مثل این که چگونه روبرو بشیم. من فقط میخواستم یک در حقیقت
ریویوی یا نظر اجمالی تاریخی بندازن که در طی تاریخ اینطوری کردن این مدلی ها، وگرنه من هیچ گونه نسخه ای برای دنیای امروز ندارم. من خضوع و خشوع شما رو راستی میگم به خود مال خضوع و خشوع نیست. من جدی نسخه ندارم. میدونم شما نه تنها شما نسخه نداری، هیچ کسی تا حالا نسخه ای نداره و اونایی هم که نسخه دادن جنبه کلی بوده که به ما دادن و اینا رو ما اینا رو درک بکنیم. ولی بیاین یه مرور تاریخی بکنیم که چگونه در مقابل یک عاملی که ستیزه ایجاد میکنه ما چگونه با آنها روبرو بشیم و هر مطلبی که میفرمایین برای اینکه زیغ وقت داریم یه مثال فردی و اجتماعی هم بزنید و پیش بریم. خب در طول تاریخ به نظر میرسه که و من از این نظر دوست دارم چیزها رو آدم تاریخی نگاه کنه که شاید تا اندازه بتونه بفهمه که آیا در دید بشر به عنوان یک مجموعه نه یک فرد هیچ تعالی ایجاد شده، بهتر شده یا نه. تنها چه جذابیتی که برای فرد من داره همینه که تاریخی به چیزها نگاه کنم. مثلا به نظر میرسه که در همیشه اولا ستیزه وجود داشته، همیشه هیچ وقت در طی تاریخ از بد و آدم و هوا که با هم ستیزه کردن این وجود داشته، تا همین الان هم وجود داره، منتها ابعادش خیلی وسیع‌تر و جهانگیرتر و دامنگیرتر شده. به نظر میرسه که قبلا وقتی که ستیزه بوده که همیشه هم بوده، یعنی از اختلاف بیشتر بوده، یک نفر زورش بیشتر از یه نفر دیگه، یه نفر میتونه تصمیم بگیره، یکی دیگه مجبور بود اون تصمیم رو قبول کنه به علت شرایط. به نظر میفته که دست اولین چیز اون از بین بردن اون فردی بوده که با شما ستیزه داشته، این اولین چیزی بوده که بشر یاد گرفته. مثلا دارم میگم که در سطح فردی شما یه نفر اسب شما رو میدزدید، خب شما ناراحت میشدید، این یه عملی بود که درست نبود از نظر شما، شما میرفتید سر طرف رو میبرید. در خود آمریکا تا 130 سال پیش این قابل قبول بود که اگر اسب رو دزدیدن اون کسی که اسب رو میدزده میتونستید دار بزنید، شما پیداش کنید دارش بزنید و در کاملا هم قابل قبول انهدام. بله درسته، کاملا انهدام فردی که با شما یا حیوانی که با شما ستیزه میکنه یا زمینی که با شما ستیزه میکنه، میدونید. ولی حتی خب اونا رو باز یک کمی آدم میتونه ولی حتی فرد، اگر شما با من اختلاف داشتید، پول منو از من دزدیده بودید و من میتونستم شما رو از بین میبردم، نه که بخوام پولم رو پس بگیرم. پس و هنوزم وجود داره. بله. در این قبائل شما میبینید یه نفر اگه یکی یا از یه قبیله دیگه بکشه، میان 5 تا از دخترای این قبیله رو بهشون تجاوز جنسی میکنن، همه هم قبول میکنن. این انهدام اون قبیله است. من قبل از اینکه یه خطی رو بگیرم، من میخوام اینجا ببینم اولین پس طریقتی که افراد در توی تاریخ اتخاذ کردن و الان هم شاید داریم اتخاذ بله. میکنیم، سعی کردن در انکار یا انهدام بله فرد ستیزه جو یا طرف ستیزه جو، حتی اگه حیوان ستیزه جو هم باشه. بله و این اون خودش به یه ستیزه جوی بیشتری بیانجامه. بله ممکنم هست دیگه عبرتن لناظرین بقیه هم دیگه حساب کار خودشونو بکنن و دیگه نکنن. متوجه شدم. بستگی داره. متوجه شدم. بفرمایید قربان. الو سلام علیکم. قربان شما خوش اومدین، بفرمایید. آقای دکتر ریاضتی در مورد مسائل همجنس گرایی صحبت کردن، می‌خواستم نظرم بدم. بفرمایید. ولی برنامه امروز در مورد همجنس گرایی نیست، من یه برنامه خاصی دارم دربارش. این فقط یه مثال بود، یه نمونه بود که چگونه اختلاف نظر میتونه بشه، ولی نظر شما هم برای من مهم هست. اگر لطف بفرمایید، چون من هنوز مطالبی رو داریم که تموم نکردیم، اگر در مورد همجنس گرایی هست شما به برنامه‌ای که از اول تا آخرش در مورد همجنس گرایی خواهد بود
رجوع بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید. ممنون میشم ازتون. بفرمایید. سلام علیکم قربان. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. خواهش میکنم خواستم ببینم نظر حضرت بهاءالله راجع به همجنسگرایی و بچه بازی چیه و اگر لطف کنیم بفرمایید خیلی خوشحال میشم. قربان شما. من میخوام البته خب چون سوال کردین حالا بنده یه نظری میدیم ما، ولی تمنا میکنم در مورد مسئله که مطرح میشه به طور کلی بررسی بکنید، برنامه رو به گرایش مذهبی انتقالش ندین، اون وقت خود این شاید یه ستیزجویی ذهنی ایجاد بکنه. میخواین شما جوابی مرحمت بفرمایید؟ نه خودتون بکنید. بله، به طور کلی بگم برای اینکه میخوام برم به مرحله دوم، دیانت بهایی و تا آنجایی که یقینا خود شما میتونید در آثار بهاءالله هم ملتفت بشوید و من تشویق میکنم که آثار بهاءالله رو خودتون بخونید. بهاءالله رابطه مشروع رو، رابطه اخلاقی، رابطه انسانی رو بین مرد و زن میدونه و اگر مقصودتون روابط جنسی هست به طور کلی، بهاءالله رابطه جنسی رو منوط میدونه بین مرد و زن و فقط در فضای ازدواج. قربان شما. خب دومین طریقه چیه برای اینکه سازجویی رو باش مقابله بکنیم؟ بهش میگن کانفلیکت منیجمنت، که ما بیایم مدیریت کنیم یا زیر کنترل بگیریم. بله، میگن این وجود داره. ببخشید میخواین آب بیارم بساتون؟ نمیدونم بهتر میشم یا نه. این کنترل مدیریت میگه ما قبول میکنیم این ستیزه وجود داره، کاریش نمیشه کرد، هر طور شده باید دامنه وسعتش رو کم بکنیم، سعی بکنیم دامنگیر نشه، سعی بکنیم هر چه ممکنه در یک محدوده‌ای بمونه و سعی میکنیم که اونهایی که در داخل اون نیستن، در داخل اون ستیزه نیستن بلکه خارج هستن، بتونن یک دستورالعملایی بدن که اون افراد یا اون اجتماعاتی که با هم در حال ستیزه هستن اون چیزا رو به کار ببرن و بتونن که یک راه حلایی پیدا بکنن. که مثال میتونیم بزنیم؟ مثلا در مورد خیلی از این چیزها راجع به وقت زن شوهرها اختلاف دارن، میرن پلوی یک کانسلری، درست، یک مشاور خانواده. اون مشاور خانواده اول سعی میکنه که این از حوزه خود زن و شوهر خارج نشه، درسته؟ بله بله. و مثلا به حوزه های دیگه نکشه. بعد یک مسئله دیگه این هستش که کسی که خیلی ممنون، اون مشاور یک فرد بی نظر سوم، خودش هیچ نفع و ضرری در ادامه این منازعات یا قطع این منازعات نداره، کاملا خارج از گود هست. سوم این که میخواد اون دایره رو هرچه ممکنه کوچکتر کنه که به بچه ها مثلا صدمه نخوره، درسته؟ به مسائل مالی منجر نشه که اینا مثلا خیلی از نظر مالی صدمه. شما وقتی میفرمین کنترل، مقصودتون اینه که یه مدیریت، یه مدیریت ایجاد بشه که ضررها رو کمتر بکنه، فضا رو سالمتر بکنه. هم مثلا در مورد خودشون هم مثلا میگن کانفلیکت بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، این هم از اون بود، خودشون میگن اسرائیلی پلسطینیان کانفلیکت، این هم بوده که کشورهایی که هیچ گونه نظر مثبت یا منفی ندارن وارد عمل شن و سعی بکنن که این دو گروه رو با همدیگه آشتی بدن و یک و سعی کنن که این دا این مثلا منازعات دامنگیر بقیه اون اطراف نشه. به این میگن مدیریت. پس آیا اینجا این خیلی جالبه برای من چون این بحث عملیه، پس این
کسی که مدیر میشه یا تراپیست میشه یا کانسلر میشه، مشاور میشه، باید خودش اغراض شخصی نداشته باشه. یعنی واقعا خارج از گود باشه. البته لازم هستش که یک مقداری از مهارت‌هایی رو داشته باشه که بتونه بفهمه راه‌حل‌های به نظرش برسه، حتی یک تیمی داشته باشه ممکنه که بهش مشاوره بده، ولی همه بی نظر باشن از اینکه به قول شما اغراض شخصی یا گروهی نداشته باشه. و این رو اگر بخواد یه پدر و مادر استفاده بکنه در مورد دو تا از بچه‌هاش که اشکال دارن، پس اینطوری که شما می‌فرمایید هدف موقعی میسر میشه که این غرض نداشته باشه که قبل از اینکه اصلا چیزی بشه طرف این رو بگیره بله. به هر نحوی که شده پس باید طرفگیری نکنه، بلکه بخواد راه‌های مسالمت‌آمیز رو درست کنه. البته پدر و مادر شاید بدترین آدم‌ها باشن برای که وارد منازعات بچه‌هاشون بشن، برای که اولا خارج از گود نیستن، اونا کاملا داخل گود هستن. از نظر این تئوری ها من دارم میگم، نه از نظر من و شما. ممکنه ما فکر کنیم بهترین کار اینه که پدر و مادرها از قبلا هم میکردن، ولی اینها میگن این مدیریت نمیشه، بلکه منازعات رو اختلافات رو بیشتر میکنه. اینم یکی دیگرش بود. بعد از این یک سومین مرحله که در حقیقت به وجود آمد، اینا همه تاریخی مرحله به مرحله به وجود اومده، یک چیزی هست که بهش میگن کانفلیکت رزولوشن یا حل و فصل مسائل منازعات. حل و فصل چند تا مطلب رو بهش تأکید میکنن که در قبل شاید بهش به اون اندازه تأکید نشده باشه. یکی این که هر دو طرف اول متوجه این مسئله بشن که حل اختلاف به نفع هر دوه. این خیلی، چون این رو باید قبول کنن هر دو که این اختلاف هر دو نفر رو داره ضرر میزنه. و وقتی رزولوشنی یا سلوشنی یا حلی پیدا بشه، اون حل این نیست که یکی ببره یکی ببازه، که بهش میگن اینجا زیرو سام. یعنی اگر شما 100 دلار گیرتون اومده، اون 100 دلار از جیب من در اومده، بنابراین من 100 دلار باختم. این رو باید متوجه شن که هر دو طرف یک چیزهایی رو به دست میارن که برای هر دو طرف خوبه. و تا این مطلب قشنگ حالی هر دو طرف نشه، نمیشه حل و فصل کرد مسئله. شما به وضوح توضیح فرمودین نسبت به دو تا مرحله اول، این سومی یه مقدار معقول تره، ولی تکاملش برای خیلی چیزا یعنی میگن تاریخی یواش یواش ما به این جرسیم. بله. یه مسئله خیلی مهمه دیگه این هستش که مسئله ریشه یابی هست. آف. چون خیلی وقتا میگن بر نگردید به تاریخ نگاه کنید، هی بگید اول این کرد بعد اون کرد، ول کنید از اینجاش، ولی اینا میگن نه، خود ریشه یابی قضايا کمک میکنه به این که هر دو طرف متوجه بشن که این ریشه های اختلافات هر دو طرف همیشه تحت هر شرایطی به هر دو طرف صدمه زده. و خود این ریشه یابی یک قسمتی از حالا میگن کلوجر داره، در آخر در انتها باعث این میشه که مردم بفهمن، اون دو طرف متوجه این امر بشن که چرا حل این اختلاف به نفع هر دو گروهه. و چیز دیگه هم این هست که کسی که داره کمک میکنه به اونها باید حتما یک آدمی باشه که در این موارد خیلی خبره باشه، تعلیمات دیده باشه، مهارت داشته باشه. این که شما فقط خارج از گود باشید و اینتنشن یا خلوص نیت داشته باشید کافی نیست. اگه ندونید باید چه کار کنید، برای همین یک عده اصلا سازمان ملل ترین میکنن به عنوان آفیشال نگوشییتر، یعنی اینا بلدن که وارد گود بشن و بتونن یک قراردادهایی رو بین دو طرف به یک سرانجامی برسونن که اینها
چیز بگم، یعنی توی این هاستج گیری ها معمولا این اینا اصلا گروگان میگیرن تو یه جایی و یک مقداری میگن اجازه بشون بدید که حرفاشونو بزنن، چون اینها یک حرفای دارن، وقت اجازه بدید، وقت بخرید که اینا مثلا میخوان درداشونو بگن، برای که هر چی درداشونو بیشتر بگن اون هاستج هایی که اون گروگان هایی که گرفته شدن در خطر کمتری هستن، میدونید، برای که این مسئله ریشه یابی خیلی مسئله مهمی هست. چون فکر میکنم ما یه 10 دقیقه داریم فقط، البته کارگردان عزیز به ما میفرمایند علت این که ما ریشه یابی میکنیم در این قسمتی که فرمودین این است که چون اگه اون ریشه رو بفهمیم بعد میتونیم بهتر حل و فصل بکنیم، چون اون ریشه رو دیگه نمیذاریم تکرار بشه، تأثیرات منفیشو میفهمیم. مثلا ببینید در اختلافات خانوادگی بعضی وقتا مثلا من شما اگه خواهر و برادر هستیم و با هم شدیداً اختلاف داریم، واقعا ممکنه اختلاف بین من شما یه مقدارش هم ناشی از نیروهای بدخواه خارجی باشه. مثلا میگم شوهر من شما رو دوست نداره، مرتب به من میگه ایشون آدم خوبی نیست، باهاش میدونی دارم چی میگم، و بنابراین اگر که من متوجه این امر بشم که ببین یک ریشه های خارج از شما دوتام وجود داره، عوامل خارجی هم وجود داره، ریشه های اختلافاتتون ممکنه فقط این اختلافی که من فکر میکنم در مورد مالی من و شما سر من کلاه گذاشتید یا من سر شما نیست، بلکه یک چیزای دیگه هم هست. و همینطور در مورد ممالک، به این بعضی ممالک هستن که بدخواه ممالک دیگه هستن، خوشحالن که اون دو گروه یا دو مملکت همیشه در حال نزاع باشن، چیزای جنگیشون رو میفروشن، چیزای مالی، منافع مالی دارن این دوتا که با هم در جنگن، خودشون آسوده هستن، برای با اینم ریشه یابیش که نیروهای بدخواه خارجی وجود دارن. خیلی نکته ظریفیه که میفرمه، یعنی در هر مسئله ای اگر اختلاف به ستیزه جویی برسه، راه حلی که شما دارین میفرمایین تحت عنوان کانفلیکت رزولوشن اینه که ما نه تنها ریشه هایی که بین خودمون به اینجا رسونده، به عوامل خارجی هم که یا ما میدونیم یا نمیدونیم تاثیر میذارن، اونا رو هم هرچی بله آگاهی پیدا کنیم و بدونیم که اونا هم بعضی وقتا فاکتورهای عمده ای هستن. فکر نکنیم فقط اختلاف بین شما و من هست. پس یعنی در حقیقت یه اختلاف خودش محوری میتونه باشه که در اطرافش میتونه حوزه های مختلفه تحت اون عوامل ایجاد بشه. چهارمیش چی هست؟ چهارمیش میگن که اصلا این ستیزه جویی ها بهترین کاتالیزور هستن برای که دردهای مخصوصا در چیزهای اجتماعی بزرگ، در منازعات اجتماعی بزرگ، که اینها کاتالیزورهای عمده‌ای هستن که کاتالیزور یعنی قدرت خلاقه ایجاد میکنه. بله بله، یعنی بله کاتالیز، بله کاتالیست، درسته، یعنی یه فضای مثل ایجاد میکنه که یه تحول ایجاد بله میشه. یعنی دیگه جدا از خودشون یک محیطی به وجود میارن که شما واقعا متوجه بشید که یک چیزهای خیلی اساسی از ابتدا یا به قول شما از پیش فرض خیلی غلط و خراب بودن و ما باید از اینا استفاده بکنیم و برگردیم و ببینیم what went wrong، چی اول خراب شد که ما از اونجا شروع بکنیم. و این خیلی مسئله تازه و مهمی هست و اگر ما نگاه کنیم به تمام این اختلافاتی که وجود داره، مثلا ببینید مسئله زنان، الان مسئله حجاب در ایران رو نگاه کنید، همه میگن آه حجاب حالا چیه، یه روسری بکن سرت، میدونید، ولی این نشان دهنده خود این ممکنه در این همه مسائل چیز عجیب و غریبی نباشه، اما خود این یک کاتالیستیه که ببینه نه این
فقط این نیست، نشانه این هست که مرد به زن چطوری نگاه میکنه. بله. وضعیت زن در این جامعه چطوری هست؟ میدونید اختیارات زن تا چه اندازه است؟ اختیارات مذاهب تا چه اندازه در زندگانی خصوصی افراد میتونه نشو و نما بکنه؟ خیلی از اینا که واقعا ریشه های اساسی بسیار دیگه از چیزها هستن و همیشه مثل آتش زیر خاکستر بودن و میسوزوندن. این ستیز جویی ها الان این زنان خیابان انقلاب رو مثلا الان میگیم که روسریشون رو در میارن و اونجا میرن، این اعلان ستیزه، اعلان جنگه، چون به عمل وابسته. میگه شما میگی نه، من میگم بله. درسته؟ ولی این خود این ببینید چه کاتالیزوری هست برای که بقیه اجتماعات، خب بقیه هم از بیرون از ایران و هم از داخل ایران، یک بار دیگه تمام این چیزهایی که همیشه فکر میکردن این که حتما درسته برای که هزار سال اینطوریه مثلا، مورد سوال قرار بدن. و این بزرگترین فایده این ستیزهای اجتماعات هست، برای که میگن در این ستیزهای اجتماعی همیشه اختلاف قدرت وجود داره، شدید، نه اینکه یک کمی اختلاف قدرت وجود داره. یک عده قادر مطلقن و یک عده کاملا بدون قدرت‌های اولیه حیات هستن و همین اختلاف قدرت باعث میشه که هرچی اینها بخوان بکنن این افراد قدرت نداشته باشن که مقابله بکنن و فقط این ستیزها هستن که ما میبینیم در سطح که میتونن مردم رو برگردونن و به اصول زیرش، به اون پیشفرض‌های اولیه دوباره نگاه بکنن و من چقدر چیزا غلط بوده. من چقدر خوشحالم شما این توضیح رو فرمودین، چون در حقیقت ما ابتدا رو به انتها داریم وصل میکنیم. یعنی از اون بحثی که به ظاهر البته بینندگان متوجه هستن که ما این رو مخصوصا انجام بیدیم، ما اختلاف اساسی نداریم با هم، که اتفاقا که این فرضیه ها یا پیش فرضیه ها اگر این ستیز جویی ها باشه ما رو میرسونه به اینکه اینا رو مورد بررسی قرار بدیم و بنابراین اگرچه فضا ستیز جوییه ولی یه راهی رو باز میکنه، یه قدرتی رو ایجاد میکنه برای خلاقیت، برای بازبینی، برای بازبینی و خلاقیت. و چون یک مسئله خیلی مهمی دیگم که اینها این سیستم فکری مورد بررسی قرار میده این هستش که این باید ما قبول بکنیم که یک مقداری از نیازها و خواهشهای فردی و اجتماعی هستن که قابل سازش نیستن. برای همین یعنی نمیشه بگه خب حالا شما بیاد اینا رو بدید، بده بستونی در بعضی موارد اصلا اجازه دادنش گناه‌آلوده. باید افرادی که میخوان در حقیقت از به عنوان همین کاتالیزور یا قوه تحولی استفاده بکنن، این هستش که حمایت کامل از گروه های سرکوب شده رو مواظب باشن، که وظیفه این نیست که بگیم خب شما که غالب هستید و من که مغلوب هستم یک کمی شما بیا پایین، یک کمی هم شما بیا، اینطوری نیست. بلکه با قبول کنن که نه، این نیازهای غیر قابل سازشی. من یک دقیقه دارم. ببخش. نه خیلی خوبه. اگر شما بخواییم بین این چهارتا در یه دقیقه بگین کدوم اینها مفیدتره، کدومش رو؟ خب برای اختلافاتی که من چه زمان اولی خیلی خوبه که طرف مقابل از بین ببرم. نه ولی واقعا دارم میگم بستگی داره. ببینید بستگی داره. بعضی چیزا هستش که منیجمنتش کافیه، بعضی هاست که براش رزولوشن. یک زن شوهری که با هم اختلافات دارن
خیلی از اوقات برای اینکه فقط نمیتونن با هم روابط کلامی داشته باشن و اگه یه شخص ثالثی باشه که بتونه به اینا اجازه آرتیکیلیشن یا صحبت بده، خیلی از چیزها رو میتونه حل کنه. ما میتونیم پس بگیم انهدام شاید چیز خوبی نباشه، ولی مدیریت و حل و فصل و بله. در حقیقت تحول و دگرگونی خیلی مفیده. بله. من نمیدونم چه جوری از شما تشکر کنم و همچنین از بینندگان و شنوندگانی که لطف کردن، زنگ زدن و تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. بس همگی بخیر. قربان.